حقوق انسانها و جایگاه آن در عالم بشریت. برنامه از رادیو آزادگان با دکتر بهمن جلدی. امیدوارم که حالتون خوب باشه، هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و در انتظار بهترین ها هم باشید. جناب دکتر جلدی عزیز، درود مجدد میفرستم تمام همکاران گرامیتون در رادیوی آزادگان، به خصوص جناب آقای نوری، و نهایت سپاس رو دارم که این فرصت مجدد رو فراهم کردید که با هم در مورد حقوق بشر و بالاخص حقوق کودکان و زنان در ایران صحبت کنیم. بله، ما هم خوشحال هستیم که اطلاع پیدا میکنیم از این مسائل که چه حقوقی کودکان دارن و کلن اصلا حقوقی دارن و زنان به حساب نیم در مملکت ایران یا در جاهایی که بالاخره اسلام سیاسی درش الان حکومت میکنه. جناب دکتر جلدی عزیز، چندی پیش در هفته‌ای که گذشت حتما اخبار رو ملاحظه فرمودید، مسائل مختلفی پیش اومد که یکی نرفتن فوتبال خانم اردلان که شوهرشون اجازه نمیدادن که سفر بکنن، یکی هم پیدا شدن یک جنین در صحن حیات دانشگاه. این حقوق هم کودک بود که جنازه‌شو یعنی جنین رو پیدا کردن و هم خانومی که شوهرشون اجازه نداده که وارد بشن. میخواستم در مورد همون زنان و کودکان صحبت بفرمایید که ما بیشتر آگاه بشیم. سپاس میکنم. صدا میکنم. حتما. من بسیار هم سپاسگزارم که این مسئله رو مطرح کردید. من داشتم این صحبتهای شما رو در قسمتهای قبلی رادیو گوش میکردم و متاسفانه باید عرض بکنم که این نخستین بار نیست که یک زن ایرانی، یک بانوی ایرانی اجازه سفر پیدا نکرده. شاید این نخستین بار هست که به خاطر پیشرفت تکنولوژی و دسترسی به اینترنت یکی از این بانوان با شهامت ایرانی توانسته این مسئله رو در بین افکار عمومی مطرح بکنه. اما این مسئله یک تاریخچه طولانی 36 ساله بعد از تصرف کشور واقعا مقدسمون ایران به توسط آخوندها داره قوانین شرعی رو وضع کردن جلوی آزادی افکار، جلوی آزادی مسافرت از بانوان رو سلب کردن و این مسئله اسباب بسیاری از مشکلات شدید برای خانم ها شده. من به خوبی به خاطرم هست که بسیاری از خانم ها حتی برای مسافرت کردن از تهران به شمال کشور در میون جاده اینها ایست بازرسی گذاشته بودند از این بسیجی ها و خانم هایی که همسرشون همراه نبود را از اتوبوس ها می آوردن پایین، ازشون نامه کتبی می خواستن که شوهر شما اجازه داده شما از تهران برید شمال. حالا یک عده می گفتن شوهران ما شمال هستن، یک عده می گفتن خب من دارم میرم اونجا، خانواده من اونجا هست. یک مشکلات عظیمی که واقعا در حد اصول اولیه حقوقی برای هر فردی در هر نقطه از این کره زمین هست، بانوان ایرانی ازش محروم. مسئله دیگه در ارتباط با پیدا کردن این متاسفانه جنین در محبته دانشکده هست که این بر میگرده به یکی از همین اخباری که هفته پیش ما شاهدش بودیم که توسط خانم شهیندخت ملاوردی که این خانم معاون رئیس جمهور روحانی در امور زنان خانواده هست مطرح میشه. این خانم عنوان میکنه ازدواج کودکان رو در ایران. این خانم میگه در 2 سال اخیر آمار نگران کننده از ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی و همچنین ثبت این ازدواج ها به دست ما رسیده. هم این دختران قبل از سن قانونی ازدواج کردن، همین که این ازدواج های شرعی بوده اصلا این نرفتن حتی ثبتش بکنن و حتی شاهد ازدواج دختران کمتر از 10 سال نیست بوده. این دیگه من واقعا نمیدونم چه لغتی رو میشه به یک همچین چیزی گذاشت. برده فروشی، تجاوز جنسی، دو استفاده جنسی از کودکان، این رو چه میشه برش ارث گذاشت که یک کودکی سن کمتر از 10 سال
چون این دختر هست سنش 10 ساله، بنابراین این رو باید شما به فروش برسونید. من نمیدونم این رو چه نامی میشه برش گذاشت. خود اینها اعلام کردن که نتیجه این اعمال همین فجایعی است که شما دارید میبینید، همین فجایعی است که میبینید. خودشون میگویند که مسئله فحشا در سطح شهرهای بزرگ از کنترل خارج هست، یا همین مسئله پیدا کردن جنین در داخل محبته دانشگاه. در سطح خیابان چند وقت پیش بود یک عکس گرفته بودن از نهر جیوبی در یکی از خیابانهای تهران، این جنین در اونجا بود. برای اینکه این کودکان با مشکلات حقوقی بسیار زیادی در ایران دست به گریبان هستند، در راهی به جز گریز پیدا نمی کنند. خود اینها سازمان ثبت احوال اعلام کرده که در 9 ماه نخست سال 1392 بیش از 31,000 ازدواج دختران زیر 15 سال ثبت شده است. جدای از اونایی که حالا ثبت نشده است، خود این خانم ملاوردی میگه بسیاری ثبت نمیشن. اونایی که ثبت شده 31,000 مورد بوده زیر 15 سال. با توجه بکنید این آمار بالای ازدواج کودکان حالا چه پیامدی داره. اولین مسئله این هست که اصولا از لحاظ حقوقی تجاوز جنسی چیست؟ تجاوز جنسی عبارت از رابطه جنسی بدون رضایت یک طرف، و این رضایت هم باید با بلوغ جنسی و عقلانی تحقق پیدا کرده باشه. یعنی خود اون فرد هم بلوغ جسمی داشته باشه، هم بلوغ عقلانی داشته باشه، و بعدن ازش رضایت بخواهید. نه اینکه یک دختر بچه 10 ساله 11 ساله رو بستونید اونجا بهش بگید بله، اینم نگاه بکنه به اطرافش ببینه همه سر تکون میدن میگن بگو بله، این بچه هم بگوید بله، بعد بگن این رضایت داشت. نه خیر، این رضایت نیست از لحاظ حقوقی. اگر یک همچین عملی تحقق بگیره، این از لحاظ حقوقی در سراسر جهان تجاوز جنسی محسوب میشه. حالا شما میخواهید این رو بگویید حقوق ما اسلامی است، حالا شما میخواهید بگویید حقوق ما شرعی است از آسمان هفتم افتاده، یا میخواهید بگویید این حقوق حقوقی است که توسط آخوندها در حوزه فیضیه قم نوشته شده. این امر تجاوز جنسی محسوب میشه. در ازدواج‌های کودکان در ایران اکثر این کودکان دختر که کوچک هم هستند به عقد مردان بسیار مسن‌تر از خودشون در میان. حالا شما تصور بفرمایید یک دختر 9 ساله 10 ساله در اختیار یک مرد 20 سال به بالا برای ارتباط جنسی قرار میده، چون ازدواج دو جنبه داره، یکی لحاظ جنسیش هست، یکی از لحاظ تشکیل خانواده که اون مسائل روحی و روانی افراد رو تأمین میکنه. خب یک دختر 9 تا 13 ساله که اصولا اصلا تصور کاملی از یک رابطه جنسی نداره، حتی از لحاظ بیولوژیک بدنش آمادگی یک رابطه جنسی رو نداره، این چگونه ازدواجی است؟ از سوی دیگر از لحاظ روانی و روحی این دختر کودک هنوز اون آمادگی روحی و روانی برای ایفای نقش زنی و همسری رو نداره، چه برسه به این که بعد از یک سال حالا باید ایفای نقش مادری هم بکنه. یعنی یک کودک باید بیاد نقش مادری پیدا بکنه برای حالی یک کودک دیگر. مسئولیت این آزار و تجاوز جنسی با کیست؟ پدر و مادر این دختر مسئولیت بسیار بزرگی بر دوش میگیرن. هر پدر و مادری در هر نقطه از ایران، چه سواد داشته باشن چه نداشته باشن، اخلاقیات که دارن، فهم و شعور که دارن، اینها اگر یک همچین عملی انجام بدن شراکت در تجاوز جنسی داشتن به دختر خودشون. بعد از اون آخوندی است که میاد و این خطبه شرعی رو میخونه برای اینها، اون آخوندی که خودش رو در مقامی قرار میده که بیاد و یک خطبه شرعی عقد بخونه برای یک دختر زیر سن 18 سال. این آخوند شراکت داره در این عمل مجرمانه تجاوز جنسی به این کودک. قانون شرع این عمل شنیع رو نمیتونه برش یک سرپوش قانونی بذاره، برش یک سرپوش مذهبی بذاره و اون رو موجه جلوه بده. تجاوز به کودک و کودک آزاری با هیچ حدیثی مشروعیت حقوقی پیدا نمیکنه. مسئله دیگری که اینجا هست، مسئله محروم کردن این کودکان از اون سنین کودکانی و نوجوانیشونه. یعنی این کودکان در سنینی هستن که باید برن با
بازی بکنن با هم سن و سالان خودشون، باید برن به مدرسه دانش بیاموزن که آماده باشن در سنین نوجوانی بتونن وارد جامعه بشن. این کودکان حتی فنون دوستیابی و یا اینکه فنون که خودشون رو چگونه در جامعه مطرح بکنن، شغل پیدا بکنن یا خودشون رو در بیابن ندارن. بعد این کودکان رو در اختیار مردان بزرگتر از خودشون قرار میدن که برن نقش و ایفای همسری و یا مادری ایفا بکنن. خب این کودک دچار یک شوک هم جسمی میشه، هم دچار یک شوک روحی میشه. اولین فرصتی که پیدا میکنه متواری میشه، میاد به شهرهای بزرگ، باندهای مجرمانه که همگی این باندهای تبهکاری و مجرمانه هم در اختیار خود همین بسیج و سپاه هست. شما میبینید تمام این مسائل باندهای تبهکاری، چه از خرید و فروش مواد مخدر، چه از خرید و فروش این دختران کودک، در اختیار بسیج و سپاه پاسداران هست. اینها این محدودیت رو بر این کودکان ایجاد میکنن تا بعد این کودکان از این محیط خانواده خودشون متواری بشن، بیان به شهرهای بزرگ و حالا در دام این باندهای تبهکاری بیفتن و مورد سوء استفاده قرار بگیرن. این مسئله عواقبی برای اجتماع داره، هم برای اجتماع و هم از لحاظ اقتصادی. از لحاظ اقتصادی اینکه این کودکان رو شما از اینکه به عنوان یک مولد اقتصادی به صورت سالم وارد اجتماع بشن جلوگیری میکنید. از لحاظ عقب ماندگی اجتماعی این هست که جلوی پیشرفت هم جسمی و روحی این کودکان رو میکنید که این کودکان به عنوان یک فرد سالم بتونن بیان در جامعه و نقش خودشون رو به عنوان یک فرد بالغ ایفا بکنن، و همین که جلوی رشد آگاهی آموزشی این افراد رو میگیرید، چون این افراد در سنین کودکی که دیگه نمیتونن به مقاطع تحصیلی بالاتر برن، اینها دیگه از جامعه محدود خانوادگی خودشون بریدن، آمدن در دامن این گروه های تبهکاری قرار گرفتن و دوچار این مشکلاتی شدن که دیگه حالا نمیتونن به مدارس برن، دیگه نمیتونن ادامه تحصیل بکنن. بنابراین فرصت های تحصیلی آینده این کودکان رو هم ازشون گرفتی. بعد وقت شاهد یک چنین ناهنجاری هایی میشید در جامعه که واقعا تأسف میخوره. در یک کشوری که بر روی دریایی از نفت خوابیده ولی تمامی این ثروت یا در جیب آخوندهای حوزه فیضیه قم میره یا در جیب ارداران قاچاقچی و دزد سپاه پاسداران میره یا در جیب عده‌ای بسیجی که تنها محل درآمدشون همین است که دوب شده در ولایت بشن و بعد هر کاری سخواستن بر جان این مردم انجام بدن. حالا چه بهتر از کودکان؟ نه صدایشون از جایی در میاد، نه میتونن برن جایی تظاهرات بکنن، نه میتونن برن جایی پلاکارد دست بگیرن جلوی مجلس اعتراضات بکنن، نه اینکه میتونن بیان در روی وبسایت‌ها به پیغام اینترنتی بذارن از مردم جهان کمک بخوان. این کودکان واقعا مورد بدترین نوع آزارها دارن قرار میگیرن، صداشون هم متاسفانه به گوش هیچ کس نمیرسه، دستشون هم از همه جا کوتاست. حتی یک مؤسسه دولتی در ایران وجود نداره که این کودک ها بتونن برن در اونجا سرپناه پیدا بکنن. یک کودک تا به حال حتی نتونسته بره در داخل این کاخ ریاست جمهوری آقای روحانی در بزنه، بره در اتاق این خانم شهیندخت ملاوردی که هر ماه داره حقوق میگیره به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان، 5 دقیقه با این خانم معاون رئیس جمهور صحبت بکنه. خب خانم معاون رئیس جمهور از اون کاخ ریاست جمهوری بیا بیرون، از اون ماشین مرسدس بنزت با محافظای گردن کلفت پاسدارت جدا بشو، بیا سوار اتوبوس بشو، برو در چهارراه مولوی، برو در میدون دولاب و با این کودکان در خیابان صحبت بکن. اون وقت شما میتونی مدعی بشی که حقوقی که به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان میگیری این حقوق شرعیه، و بعد اون وقت حالا برو نمازتو بخون و اعتقادم داشته باش که این نمازت قبول میشه. ولی من که میدونم، شما هم که میدونی، شما نه مسلمان هستی نه به اسلام اعتقادی داری، هم شما همون رئیست آقای روحانی و هم همون رئیس کلتون آقای سید علی خامنه‌ای تنها چیزی که از اسلام و مسلمانی میدانید این است که مردم رو سرکوب بکنید،
این است که بر روی این جنایت‌هایتون سرپوش بگذارید و بعد هم اموال ملی ایران رو چپاول بکنید. در نهایت فقط یک کلمه می‌شود گفت و آن هم این است که ننگ رنگ دیده نمی‌شود. خانم مولاوردی، از رنگ کردن مردم دست بردارید، چون این مردم یه رنگ نخواهند شد. شما هم ننگتون با رنگ کردن دیده نخواهد شد. درود بر شما جناب جلی عزیز. می‌دونید که این خانم در یکی از صحبتاشون گفته که زنان تا زیر 40 سالگی کم عقلن، اصلا عقلشون نمیرسه، بعد 40 سالگیه که یه خود عقلشون میرسه. و اینکه خانم‌های بانوان ایران هم نمیدونم ساکتن، شاید بهش معتقدن که اصلا در ایران هیچ چیزی. و اینکه قبلا هم معاونشون یکی رئیس دفتر همین خانم اعلام کرده و سیغه شیرین ترین چیزیست که یه زن مسلمان باید این رو تجربه کرده باشه. یک حکومت فاسد بر سر کاره و هیچ چیز هم بعید نیست. برای این هفته از شما سپاسگزاری میکنم و تا هفته آینده که باز هم از این برنامه شما نسبت به نگاه شما نسبت به حقوق زنان و کودکان در ایران که با هم تقسیم میکنیم به اتفاق شنوندگان در هورای ایران میسپارم و امیدوارم هفته بسیار دلپذیری رو در پیش روی داشته باشید. بنده هم نهایت سپاس و تشکر رو از شما دارم. از طریق همین رادیو خانم شهیندخت مولاوردی رو دعوت میکنم که با رادیوی آزادگان تماس بگیرن، وقت بگیرن، با خانم دکتر روانشناستون با یک جلسه یا دو جلسه صحبت کردن با این خانم شهیندخت مولاوردی، ایشون رو از این مشکل روحی درگیرش هستند نجات بدن. بنده شما و تمامی شنوندگان گرامی رو به اهورای ایران می سپارم. بدرود تا درودی دیگر. اوقات عالی خوش.